درود شنوندگان عزیز، براتون روزی خوش و بابرور میخوایم. این صدای دوشنبه است که مستقیما شما روی موج 102.2 اف ام در شهر دوشنبه میشنوید. روی دیگر موجها در دیگر منطقه‌های تاجیکستان شما میتوانید صدای دوشنبه را گوش کنید. این برنامه حقوقی من است. دوستان عزیز و منی ارجمند، این برنامه روزهای 24 یعنی امروز روزی 31 اکتبر و روزی 7 و 14 نوامبر تنها روزهای شنبه ساعت 13 و 10 دقیقه به طور مستقیم پیشنهاد شما میگردد. باید گفت که امروز ما در برنامه تصمیم گرفتیم در موضوع اساسهای بستن و بکار کردن عقد نکاح با شما صحبت داشته باشیم. اگر وابسته به همین موضوع یکون سوال در خواست تکلیف پیشنهاد دارید، می توانید با رقم های 227-6152 227-6172 تماس بگیرید. با شما هستم، من مسئول برنامه فیروز کریمزاده، کارگردان علیشر شیرعلیف. این برنامه حقوقی من، برنامه حقوقی در یک جایگی با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و فیلیال اسوسیاسیای خلوت سوئیس اینترکوپریشن در جمهوری تاجیکستان آماده و پخش می‌گردد. طوری یادآور شده، موضوع برنامه نخستین ما اساسهای بستن و بکار کردن عقد نکاح میباشد. در برنامه امروزه ما حقوق شناس فاطمه شمس‌الدینوه اشتراک دارند و باور دارند که به سوالهای شما پاسخ میگویند. قبلا خوش آمدید. تشکر زیاد. سلام علیکم به همه شنوندگان رادیو صدای دوشنبه. هر یک شهروند باید حقوق خود را در زندگی داند. البته. بخیلی؟ موضوع برنامه امروزه ما اساسهای بستن و بکار کردن عقد نکاح است. رقم های استودیوی ما نیز آزاد فعال در اختیار شنونده است. اگر ما بودو یگان سوال تکلیف درخواست پیشنهاد دارید، تماس بگیرید. حقوق شناس فاطمه شمس‌الدینوه با سوال های شما پاسخ میگویند. میخواستم کمی درباره همین موضوع برنامه امروزه ما، نخستین برنامه حقوقی من، برای شنونده ما اطلاع میدادید. تشکر زیاد. این برنامه برای بهتر کردن دانش حقوقی شهروندان جمهوری تاجیکستان روانه کرده شده است و موضوعی که امروز ما انتخاب کردیم اساسهای بستن و بکار کردن عقد نکاح می باشد و ما موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از جمله کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان در برای ثبت اسناد حالت شهروندی، به شهروندانی که امروز برنامه ما رو می شنوند معلومات می دهیم که با کدام اساس ها عقد نکاح بسته می شود و به رسمیت درآورده می شود و کدام اساس ها می تواند اساس شود برای به اعتبار دانستن عقد نکاح و مانع بستن عقد نکاح شود امروز در جمهوری تاجیکستان. عموما بستنی اساسهای بستنی عقد نکاح از سن سال چند معین شده است در تاجیکستان؟ در جمهوری تاجیکستان موافق کدکس اولیه جمهوری تاجیکستان سن سال نکاحی از سن 18 سالگی مقرر کرده شده است و در حالت های استثنایی شهروندان می توانند که از سن 17 سالگی عقد نکاحشان را به رسمیت درآورند. یعنی که حالت استثنایی این طور صورت می گیرد که شهروندی که به سن 17 سالگی رسیده است و بنابر حالت های عذرنو که می خواهد در سن 17 سالگی عقد نکاحش را به رسمیت درآورد، با عریضه به سودی جای استقامت خود مراجعه می کند و این در مرافع مخصوص در سود بررسی شده اویدی قانع کردن عریضه یا که قانع نکردن آن سود سند قبول می کند و در اساس در حالت قانع کردن آن از جانب سود، شهروند پس از گرفتن سند سودی و به قوه قانونی در آمدن سند این سند سودی می تواند که عقد نکاح خود را در سن 17 سالگی به رسمیت درآورد. همچنین هنگامی که شهروند می خواهد عقد نکاحش را لگی به رسمیت درآورد، با او قانون کدکس اویلا حقوق داده است که این پروسس را می تواند از سن 16 سالگی آغاز نماید. یعنی که در سن 16 سالگی اگر به قرار قبول کنید که در سن 17 سالگی با حالت های استثنایی که اساسی بستن عقد نکاح این کس می شود، در سن 16 سالگی این تصمیم را می گیرد و مراجعه می کند به سود و سود آن را بررسی می کند و حالنامه قبول می کند. در صورت قبول شدن حالنامه
ма дарс танҳо дар сини 17 солагӣ ҳангоми ки вай ба сини 17 қадам мегузорад, метавонад ки бо ҳамин ҳалномаи судӣ ба мақомати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ муроҷиат кунад бо ариза ки ақди никоҳи ӯ, яъне ки аз сини 17 солагӣ бо шаҳрванде ки ӯ интихоб кардааст ва бо розигии тарафайн ақди никоҳашонро баррасӣ медорад. Бисёр хуб, инҷо коргардони барнома Алишер ишора дорад ки нафари дар хати алоқа аст. Салом алайкум. Алло, салом алайкум. Шумо ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед? Ба Кайфирӯз ҷон, ба Алишер, ба меҳмони шуморо хуш омадед мегӯям. Суҳроб ҳастам, аз Саҳрисар ба меҳмони шумо суол дорам. Марҳамат. Апай меҳрубон, ба суоли ман посух диҳед. Ман бо ҳамсари аввалам, духтари холам, як солу се моҳ зиндагӣ кардам ва соҳиби дуввуми як фарзанд будам. Дар сини се моҳагии фарзандонам мо ҷудо шудем бо сабабҳои зиндагӣ. Мо ҷудо шудему ман баъди як соли паси дигар ҳамсари дуюм гирифтам. ман имрӯз ба ҳамсари дуюм хушбахтам, соҳиби се фарзанди дигар шудем. ха як ташне, ду таш ҳаст, вале ӯ кӯдакҳо бо ман мондан. апаҷон суд қарор баровард, кӯдакҳо аз сини семоҳагӣ бо ман монда. ин модар худаш даст кашид аз кӯдакҳо, вале ман ҳамсари аввалаамро мегӯям, духтари холамро, ки биё аз хати закс ҷудо шавем. хати закс молам ҳаст, ман ҳамсар дорам, масалан кӯдаконам аллакай 4.5 сола шудам. мегӯям биё ҷудо шавем, хати заксро немегӯяд. ман дар ҳамин ҷо ба куҷо муроҷиат кунам? чунки ман аллакай оили дуюм дорам, меравам хати закс накарда истодам. мегӯям то айвай ҷудо нашавӣ, намешавад. ба закси шаҳри Сормод ба куҷо муроҷиат кунам ки ба ҳамин нафар ман ҷудо шавам? ман намехоҳам масалан дигар бо он кас зиндагӣ кардам. ақди никоҳ, ҷудошавии ақди никоҳ, яъне маслиҳату машварати шумо Фотима Шамсиддинова ба ин шунавандаи мо бо номи Сӯроб аз шаҳри Ҳисор. ташаккури зиёд. яъне ки дар сурате ки як тараф барои бекор кардани ақди никоҳ розигии худро намедиҳад ва тарафи дигар хоҳиши бекор кардани ақди никоҳро дорад, дар ин сурат мувофиқи модда 21 кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ақди никоҳ тариқи судӣ бекор карда мешавад ва ин шаҳрванд бо аризаи даъвогии ба суд оиди бекор кардани ақди никоҳ муроҷиат мекунад ва дар сурати доштани фарзандони ноболиғ ҳангоми баррасии аризаи даъвогӣ оид ба бекор кардани ақди никоҳ, суд ба тарафҳо, яъне ки ба ҳамин зану шавҳаре ки дар ақди никоҳи расмӣ қарор доранд, муҳлати оштишавӣ то давраи то 6 моҳ медиҳад ва ҳамчунин ҳамин шаҳрванд ҳуқуқ дорад ки дар аризаи даъвогии худ ҳатман қайд кунад ки муддати чӣ вақт аст ки онҳо бо ҳам зиндагӣ намекунанд ва ҳатман ки фарзандон бо он кас ҳастанд ҳатман қайд кунанд ва ҳамчунин ки имрӯз онҳо оилаи дигар бунёд карда дар ақди никоҳи мусулмонӣ қарор доранд, ин чизро қайд карда ба суд муроҷиат мекунад. суд ин асосҳоро омӯхта дар мурофиаи судӣ ҳар ду тарафро даъват менамояд ва сабаби норозӣ будани тарафи дигарро барои бекор кардани ақди никоҳ муайян карда, суд дар аризаи даъвогӣ агар шаҳрванд хоҳиш намояд ки бе додани муҳлати оштишавии ақди никоҳи онҳо бекор карда шавад, суд ин масъаларо низ дида мебарояд. дар сурати зарурат суд ба онҳо муҳлати оштишавӣ то 6 моҳ муҳлат медиҳад. мумкин аст ки суд ин муҳлатро 1 моҳ диҳад, ёки 2 моҳ, ёки 3 моҳ, ёки умуман дар якҷоягӣ то 6 моҳ муҳлат диҳад, ё ин ки муҳлат надиҳад барои бекор кардани ақди никоҳ ва пас аз гузаштани ин муҳлат боз тарафҳоро даъват мекунад. дар ин мавридам агар ки тарафҳо барои бастани ақди никоҳ ягон хел барои боқӣ мондани оилаашон ягон хел розигӣ надиҳанд, яъне ки розӣ набошанд барои боқӣ мондани оила, ё ки як тараф то ҳозир ҳам саркашӣ дошта бошад аз бекор кардани ақди никоҳ, новобаста аз ин суд ақди никоҳи онҳоро бекор мекунад ва дар ҳангоми бекор кардани ақди никоҳ пас аз гирифтани ҳалномаи судӣ ва пас аз 1 моҳи ба қувваи қонунӣ даромадани он, шахсе ки ҳалномаи судӣ дорад ба мақом мати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ рафта, ҳалномаи судиро ба қайд мегузорад ва аз лаҳзаи қайд ба он кас шаҳодатномаи бекор кардани ақди никоҳ дода мешавад ки пас аз гирифтани ҳамин шаҳодатнома ва пас аз қайди дар ҳалномаи судӣ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ин шаҳрванд метавонад ки бо шахси дигар ақди никоҳашро расман ба қайди давлатӣ гирад. суроб гуфтанд ки ман оилаи дуюм аллакай гирифтааст, ҳатто фарзандам дорад, ягон монеа намешавад барои ҷудошавиш?
البته که نه، چون که اگر یک طرف نخواهد که عقد نکاح اون کس با شهروندی که به رسمیت درآورده شده است یعنی که باقی ماند و طرف دیگر برای این مانیگی کند، این اساس می شود برای مراجعت کردن به سود داشتن فرزندان و دیگر چیزا. این اساسی مانیای بیکار کردن عقد نکاح شدن نمی تواند. برعکس این حالت ها را سود آموخته، حتما اهلنامه یعنی دعوی اونها را یعنی این شنونده ما تنها با مقامات سودی می تواند با عریضه مراجعت کند برای بیکار کردنی عقد نکاحشان. دوستان عزیز، شما برنامه حقوق من رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه میشنوید. در برنامه امروزه ما حقوق شناس فاطمه شمس الدین و اشتراک دارن و باور دارم که به سوال های شما پاسخ میگن اگر وابسته به موضوع امروزه باشد، اساس های بستن و بیکار کردنی عقد نکاح. این برنامه حقوقی ما برنامه حقوقی در یک جایگی با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و فیلیال اسوسیاسیه خلویتاس سویس اینتر کوپیراشن در جمهوری تاجیکستان آماده و پخش میگردد. دوستان عزیز، خسته نباشید. شما برنامه حقوقی من رو مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه گوش دارید. اگر سوال هایتون باشد توسط SMS، وایبر، واتساب می توانید با تلفن 944-305 ارسال نموید. ما حتما سوال های شما رو استفاده می بریم و با سوال هایتون حقوق شناس فاطمه شمس الدین و پاسو خواهن گفت. می خواستم در موردی چون از سین و سالی بستن عقد نکاح مو سوال کردیم، هم برای پسران و هم برای دختران سین و سال یک است. قانونگذار برای هم مرد و هم زن سینی سال یگونه عقد نکاح را مقرر کرده است، یعنی این سینی 18 سالگی می باشد و هم مرد هم زن در سین هنگامی رسیدن به سینی 18 سالگی حقوق دارند که عقد نکاحشان را با شخصی که آنها انتخاب میکنند و حتما با رضایت طرفین یعنی طرف دیگری نکاح شونده باید برای بستن عقد نکاح او نیز به سن سال نکاحی رسیده باشد و حتما که رضایت آن کس نیز ضرور میباشد که عقد نکاح به رسمیت درآورده شود. بسیار خوب، طور ما اطلاع داریم بیکار کردن عقد نکاح امروز خیلی زیاد شده است. سبب امیدها چی باشند؟ در حقیقت اساس های حالت های بیکار کردن عقد نکاح در جمهوری تاجیکستان خیلی هم زیاد شده استاده است. فکر میکنم که این از یک جهت آمودن نبودن طرف های نکاح شونده برای بستن عقد نکاح و همچنین آمودن نبودن مثلا اعضای اوله برای قبول اوله نو و همچنین پس بودنی سطح معلومات نوکی اعضای اوله و همچنین نکاح شوندگان و سبب های دیگری اجتماعی نیز هستند که امروز اساس می شوند برای بیکار شدن عقد نکاحی شهروندان در تاجیکستان. می تواند بیکار کردن عقد نکاح در خود جماعتی که خودی همون نفرایی که میخوان از عقد نکاح خود جدا شوند در جماعت صورت بگیرد یا این تنها توسط مقامات سودی میتواند؟ عقد نکاح میتواند که در مقامات های جماعت شهر محلی رو من در نظر دارم، مقامات های محلی با قید دولتی گرفته شود، لیکن حالت هایی که هنگامی بیکار کردن عقد نکاح تنها عقد نکاح از روی قانون ممکن است در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی و همچنین در مقامات سودی. دو مقامات امروز و دو مقامات حقوق داده شده شهروندان رو بیکار نماید. در کدام حالت ها شهروندان عقد نکاح خودشون رو میتونن که در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی بیکار کنند؟ در حالتی که هر دو طرف یعنی که نکاح شدگان زن و مرد راضی هستند که عقد نکاح آنها بیکار کرده شود، یعنی که یگان طرف برای بیکار کردن عقد نکاح مانیگی یا که ناراضگی نکرده ایستاده است، در حالتی نبودن بحث مالکیتی بین آنها یعنی آنها یگان خل بحثی درباره اموال و مال و ملکی مشترک ندارند، همچنین در حالتی که آنها فرزندان نابالغ ندارند یا یعنی که فرزند ندارن عموما. بله. همچنین در حالتی که بین آنها یگان مسئله اویدی با کی ماندن فرزندان یا اینکه مسئله تامین نمودن کودکان نابالغ یا اینکه مسئله تامین نمودن همسر دیگر را نداشته باشند، چون یعنی که هنگامی که در بین آنها یگان خل بحث وجود ندارد، آنها می توانند که با مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی چخل که رفته عقد نکاحشان را بر رسمیت درآوردن با اونجور
هفته عریضه در یک جایگی عریضه پیشنهاد میکنند و مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به آنها یکون خیلی مهلت آشتی شوی نمیدهد. از لحظه مراجعت آنها عقد نکاح آنها را مراجعت خطی آنها یعنی که آنها به این مقامات مراجعت میکنند در آنجا عریضه مشترک پیشنهاد میکنند با پیشنهاد نمودن شهادت نما در باره بستن عقد نکاح که واقعا عقد نکاح آنها در این مقامات بسته شده است. این عریضه را میتوانند که به جای استقامت یکی از همسران پیشنهاد نمایند یا که به جای استقامت زن یا که به جای استقامت مرد یا که در جایی که عقد نکاح آنها به رسمی در آورده شده است میتوانند با عریضه مراجعه کنند و این مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی عقد نکاح آنها را بیکار نموده در کتابی به قیدگیری و قید میگیرد و همچنین به آنها شهادت نامه در برای بیکار کردن عقد نکاح را پیشنهاد میکنند. در صورتی که بین طرف ها بحث هایی که در بالا گفتیم چنین بحث ها موجود است یعنی که بحثی با کی ماندنی کودکان، بحثی تامینات کودکان نابالغ، بحثی مالکیتی و یا بحثی تامینات همسر دیگر چون که در کدکس اویلا نیست چون اساس های هستن که اگر همسر یکی از همسران با یکون آمدی نمگوی بیماری هست که حکومت جمهوری تاجیکستان اون رو تصدیق کرده است با همین بیماری رو گرفتار باشد طرف دیگر رو دادور است که برای تامینات این همسر نیست آلیمنت پرداخت کند. اگر همین حالت ها نباشد میتوند که عقد نکاح آنها در مقام ثبت اسناد حالت شهروندی بیکار کرده شد. اگر در صورت بودن یکی از همین مانع ها حتما که مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی نکاح را بیکار نکرده و بیکار نمیکند و این اساس می شود که آنها به مقامات سودی مراجعه کنند و در صورت بودن بس یعنی که حالت می شود که هر دو طرف راضی هستند که عقد نکاح آنها در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی بیکار کرده شود آنها به یگون خب بحث ندارند در بین یکدیگری لیکن در وقتی مثلا مراجعه کردن به مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی دیگر طرف حاضر نمی شود به این مقامات این اساس می شود که شهروند دیگر یعنی که طرف دیگری بسته شده عقد نکاح حتما که به سود مراجعه کنند برای بیکار کردن عقد نکاح و این حالت ها در عرضه دعوگی نیسته شده به سود پیشنهاد کرده می شود حال نمای دخلدار قبول می کند. بسیار خوب سلامت باشید شنوندگان عزیز شما برنامه حقوقی حقوقی من رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه می شنوید. موضوع برنامه امروزای ما اساس های بستن و بیکار کردن عقد نکاح حقوق شناس فاطمه شمس‌الدینوه با سوال های شما پاسخ میگوید. دوستان عزیز اکنون شنونده دیگر است در خط علاقه ما شما رو گوش میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. درود با شما. تشکر برادر عزیزم فیروز جان فرهاد شیرین در صحبت شما. خوش اومدین مرامت. زنده باشید. بین ها خوشحال شدم که فاطمه بانو این روز مهمون است یعنی مسئله های حقوقی اونه دید ما خوب میشناسیمش و من یک دو سوال داشتم به فاطمه بانو مرحمت. و سوال اول من چونستی اگر نفره که شخصی که امکانیتی محدود دارد وقتی میرد به مشکلات خود برای مشکلات خیش مراجعه میکنه به یکون کارمندی دولتی ولی از طرف کارمندی دولتی حقوقی او پایمال میشود در این مورد این چی باید کرد و با گوجه ها مراجعه کرد؟ این یک سوال. و دیگه سوال من چون است که جوان دختر یا جوان پسر که با هم عهد میکنن که یعنی آیله بنیاد کنن یعنی بچه این حقوقی رسیده است و از شخصان نزدیکان او مانیع میشود یعنی هر دو طرف باید چی کار کنن که تو خانم خوشبختی را به دست دارند و موفق باشند. سلامت باشید فرهاد. مرامت فاطمه. تشکر زیاد. اول به سوال اولی شما جواب میدیم که در صورتی که مقامات های دولتی و شخصان منصبدار بر نسبت شخصانی که معیوبیت دارن و دغلونه نسبت میکنن و اینکه حقوق های اونها رو پایمال میکنن در صورتی دغلونه ویران شدن حقوق های شهروند این کس انیق نگفتن که مخصوص کدام حقوق ها این شهروند حقوق دارد که با مقامات میلیتزه با مقامات پراکراتور و همچنین با مقامات حفظ حقوق از با مقامات سودی با عریضه مراجعه محل زیستش محل زیست جایی که استقامت می نماید یعنی رسما در اونجا به قید گرفت قید شدن و همین مقامات ها مراجعه میکنند و حتما که عریضه این کس بررسی کرده شده در صورتی که همین شهروند به واسطه خودش به همین مقامات اومده نمیتونند
شخصانی مسئولی که عریضه این کس رو میگیرن حتما با این کس از نزدیک وا میخورن، یعنی با خونه این کس میروند یا که این کس رو از نزدیک میبینه، حتما با عریضه پیشنهاد نموده، در برای عریضه که پیشنهاد نموده حتما چاره جویی میکنن، چون که مقامات های دولتی امروز برای حمایت حقوق و منفعت های شخصانی معیبت داشته به نهایت توجهی زیاد کرده استودن و حتما حقوق این کس حفظ کرده میشود. در صورت که این کس با یاری حقوقی ادوکاتی احتیاج داشته باشد در منطقه هایی که آنها استقامت میکنند، خوشبختانه امروز مرکز های یاری حقوقی رایگان در شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان کشاده شده استودن و این مرکز های یاری حقوقی رایگان را پیشنهاد میکنند و میتونند این نفر به این مرکز ها مراجعه کند یا اینکه توسط تلفنی با این حقوق شناسان در تماس باشد و باید دارند که این حقوق شناسان امکانیتی یعنی رساندن این مسئلت حقوقی سیار رو نیز دارن، میتونن نزد این کس بیان و با اون اساسش که رویگان است؟ البته که رویگان است. مسئلت و مشورتی؟ مسئلت مشورت و ترتیب دادن حجت های حقوقی، یعنی که از نام این شخص ترتیب دادن عریضه های پرمضمون، عریضه های دعوگی و دیگر حجت های حقوقی که به این اون مقامات باید که روان نماید این نفر. بسیار خوب. سوال دویمشون، بعضن جوانانی که میخوان که عقد نکاح بندن اویلا بنیاد کنن بعضن مونیه ها میشون ولیدای. البته این حالات ها هست، لیکن کدکس اولای جمهوری تاجیکستان انیق معین کرده است که برای بستن عقد نکاح اساس بستن عقد نکاح رازیگی طرفین است، یعنی که مونیگی پدر مادر بیبی بابا و دیگر نفرانی که برای بستن عقد نکاح مونیه میشن، این اساسی برای مونی شدن برای بستن عقد نکاح شدن نمیتوانن، چون که قانونگذار انیق معین کرده است که وقتی که شهروند به سن سالی نکاحی میرسد، وقتی که او برای بستن عقد نکاح با شخصی که انتخاب کرده است راضی میباشد و میتواند به مونیه عقد نکاحش را برسمی دارد. اساس هایی که مونیه عقد نکاح میشوند، این اساس ها را نیز کدکس اویلا در ماده 14 آورده است که در این اساس ها 14 اساسی مونیه شدن برای بستن عقد نکاح است. این یکمش باشد وقتی که یک طرف در عقد نکاح رسمی قرار دارد، با این شخص شهروند نمیتواند که عقد نکاحش رو به رسمیت درآورد، یعنی که دیگر اساس این حالتی که بین پدر مادر با فرزند بیبی بابا با نبیره این حال اساس میشد که عقد نکاح به رسمیت درآوردن نشود. دیگر حالت حالتی که فرزندان امک با برادرزاده خود، خاله با خواهرزاده خود، اما با جن خود عقد نکاحشون رو با رسمی دارند، یعنی که این مونیه برای بستن عقد نکاح است. حالت دیگر یعنی که وقتی که طرف های نکاح شونده از مونیه معاینه طبی حتمی نگذشتند، یعنی که حالت دیگر وقتی که هر دو طرف از یک زن شیر خوردند، حالت دیگر این است که وقتی که بین فرزند خوان شدگان و فرزند خوان کردگان عقد نکاح به رسمیت درآورده نمی شود. حالت دیگر هنگامی که شخص داروی معیوبیت، یعنی که ناقص العقل است، یا یعنی که در حالت دشوار زندگی قرار دارد، قابلیت عمل کنی اون رو سود اون رو همچون داروی قابلیت عمل کنیش رو من کرده است، یعنی که دیگر حالت وقتی که شخص در حالت نوشیدن نوشوکی های سپیرتی مواد های پسیخوتروپی قابلیت عملش رو سود محدود کرده است، با همین نفرها شخص اساس بستن عقد نکاحش محدود کرده میشه، یعنی با چنین نفران عقد نکاحش مورا مقامات ثبت اسناد دولت چرمندی برای بستن عقد نکاح میتونه که طرف های نکاح شونده رو مراجعت آنها رو رد نماید و با این اساس و عقد نکاح در جمهوری تاجیکستان به رسمیت درآورده نمیشود. اگر همین حالت ها نباشد، دیگر حالت ها، یعنی که روزی نبودن پدر یا مادر یا یکی والدین این طرف یا که آن طرف، با در مقامات سطح اسناد حالت شهروندی مانعی بستن عقد نکاح شده نمیتواند. شما میتوانید که آزادانه اگر هر دو طرف روزی باشد با مقامات سطح اسناد حالت شهروندی مراجعه کنید و عقد نکاح شما رو حتما که به رسمیت میدارند، اگر همین اساس هایی که در ماده 14 کدکس اولای جمهوری تاجیکستان آورده شده است که حسین مون نمبر کردیم، همین اساس ها نباشد حتما که مقام سطح اسناد حالت شهروندی عقد نکاح شما رو به رسمیت میدارن و باوری دارن که پس از به رسمیت درآوردن عقد نکاح، چون که شما به سن سال نکاحی رسیدید و این مونیه ها در بین شما وجود ندارد، حتما که پدر مادر و شخصان دیگری که مثلا مونیه عقد نکاح شما میشن، پس از به رسمیت درآوردن عقد نکاح نمیتونن که مونیگی پیش اورن یا که مراجعه کنن به مقامات داخل دار برای بیکار کردن عقد نکاح
شما، چون که عقد نکاح رو تنها طرف های عقد نکاح رو بستن اونا میتوانند بیکار کنند و تنها در حالت استثناء میتواند که پدر مادر شخصی که از نام همون شخص نکاح شونده وسی یا اینکه پراکرور با سود یا که با مقامات دیگر برای بیکار کردن عقد نکاح مراجعه کنند. اگر هر دو طرف دارای قابلیت برای عمل کنی باشند یا اینکه محدودیتی در ماده 14 کدکس اولا وارد شده نباشد، یگان نفر دیگر نمیتواند که برای بیکار کردن عقد نکاحی که شما به رسم دروردید مانیگی کند یا اینکه برای بستن عقد نکاح شما مانیگی پیش بیارد. سلامت باشید. فاطمه شمس‌الدین و حقوق‌شناس مهمان برنامه نوبتی حقوقی من است. شما ما را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه میشنوید. اکنون چند سوال دیگر با آمده به ما رسیده است. برادران دو مرتبه با عقد نکاح اویلادار شدند، از هر دو این اویله ها جدا شدند. مسئله تقسیمات مال و اموال و چیز و چوره اشون چگونه میشود؟ اگر عقد نکاح این نفران به قید دولتی گرفته شده باشد و مالکیتی که پس از به رسمیت درآوردن عقد نکاح، یعنی که پس از قید دولتی عقد نکاح با وجود آمده است، این مالکیت مشترک هر دو طرف می باشد، همسران می باشد و هنگام مالکیت یعنی بودن مالکیت مشترک این در بین طرف ها برابر تقسیم کرده می شود. نو بسته از اون که یک طرف برای به دست آوردن مالکیت کوشش خو کرده بود یا کی نی. مثلا زن بسیار در بسیار حالات ها زن در خانه میشیند و با کارهای خوجگی خانه مشغول میشود و مرد برای به دست آوردن مبلغ و دیگر ملکیت ها مثلا کار میکنه و هنگام بیکار شدن عقد نکاح اون ملکیتی که مرد در نکاح یک جای بودن با همین همسر به دست آورده بود، نوبسته از اون که زن در به دست آوردن این ملکیت یگان حرکت های یعنی که ملکیتی نکرده بود این مرد به دست آورد، این ملکیت مشترک هر دوی اون حساب می شود و هنگام بیکار کردن هنگام تقسیم ملکیت مشترک این ملکیت هر دوی اونها اعتراف می شود، بین اونها برابر تقسیم کرده می شود. در صورتی که تو ملکیت تو بستن عقد نکاح طرف ها به دست آوردن یا که در بعد بستن عقد نکاح یکان طرف یکان ملکیت رو به دست نآورد، این علاقه یعنی که مناسبت های مال ملکی که بحث های مال ملکی در اینجا وجود ندارد و یکان خیلی بحث هم کرده ممکن نیست که اینکه مثال این ملکیت تو است یا اینکه ملکیت من است. سود خودش معین میکنند مقامات سودی؟ البته وقتی که طرف ها در تقسیم ملکیت مشترک بحث با وجود میاد، حتما که با سود با عرضه آیدی تقسیم ملکیت مشترک مراجعت کرده روخط ملکیتی که آنها بعدی بستن عقد نکاح با وجود یعنی که با دست آوردن پیشنهاد کرده میشد، سود آنها رو میاموزد در اینجا معاین کردن در کلاس که مالکیت چگونه به دست آمده است، یعنی که بعد بستن عقد نکاح اگر این مالکیت با میراث به یکی از طرف ها گذشته باشد همچون میراث یا یعنی که این مالکیت همچون تحفه یعنی که با شرطنامه هدیه به طرف دیگر گذشته باشد، این مالکیت مشترک حساب نمی خورد، چون که این هدیه است از پدر مادر بیبی بابا به همون یکی از همسران. یا یعنی که اگر اینجا حالت ها بسیار است، اگر مثلا با مرد یا که زن یک کوارتیره در وقت پس از بستن عقد نکاح از طرف پدر مادر هدیه کرده شد، این خانه استقامتی البته خانه استقامتی این مالکیتی مشترک حساب نمیخورد، این مالکیتی همون همسری که تحفه گیرنده باقی میموند، در صورتی که اگر در همین منزل استقامتی در دوام زندگانی یک جای یکون خل تغییرات های جدی یعنی که تعمیر باشد یا که از نو سازی باشد یعنی که یگوشونه باشد دوشونه شده باشد، البته یعنی که ارزش همین منزل استقامتی اگر یا که همین چیزی که نباشه ملکیتی ارزشش بلند شده باشد، علاقه همین ملکیت مشترک سر میخورد. اگر به تغییر مانده باشد این ملکیت همون همسر باقی میموند که با او هدیه کرده شده است یا که به میراث گرفته است. بسیار خوب، اینجا سوال ها خیلی زیاد هستند. در حالتی نداشتن عقد نکاح فرزند به دنیا بیاید چی میشود؟ در حالتی که فرزند در عقد نکاح مسلمانی با وجود می آید و طرف ها یعنی که اعتراف میکنه همسر اعتراف میکنه که این فرزندی اون کس است، با مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی اوید اعترافی پدری مراجعت میکند و در اونجا میگوید که همین فرزند از من به دنیا آمده است و من پدری خود رو تصدیق میکنم. در این حالت در کتابی ثبت اسناد حالت شهروندی به قید گرفته شده با این کودک شهادت نامه در
барои муқаррар кардани падари ва ҳамчунин шаҳодатнома дар бораи таваллуд дода мешавад. Ду намуди шаҳодатнома дода мешавад. Вақте ки агар ақди никоҳи онҳо ба расмият дароварда нашуда бошад, дар сурате ки ҳамсар аз эътирофи фарзанди худ саркашӣ менамояд ва мегӯяд ки ман ақди никоҳи расмӣ надорам ва ин кӯдакро ман эътироф намекунам, тарафи дигар метавонад ки ба суд бо аризаи даъвогӣ оиди муқаррар кардани падари муроҷиат мекунад ва суд дар суд исбот менамояд ки ин фарзанд масалан туи як ҷояи худашонро ки масалан нафарони ки дар ҳақиқат дар ҳамин туй иштирок доштанд меорад ва ҳатман ки дар ин мурофиаи судӣ исбот менамояд ки ин фарзанд фарзанди ҳамин нафар аст ва суд ҳалнома дар бораи муқаррар кардани падари қабул мекунад ва пас аз ба қувваи қонунӣ даромадани ҳалномаи судӣ шаҳрванд ин ҳалномаи судиро ба мақоми сабти асноди ҳолати шаҳрванд бурда шаҳодатнома дар бораи муқаррар кардани падари ва шаҳодатнома дар бораи таваллуди кӯдакро мегирад. бисёр хуб, охири суолро барои шумо пешниҳод мекунам. Агар шавҳар дар хориҷа бошад, зан метавонад ки ба суд муроҷиат карда ақди никоҳашонро қатъ кунад? حقوق دارد یا نه؟ تشکر زیاد. موافق کدکس اولیه جمهوری تاجیکستان تنها یک اساس هست که مانعی بیکار کردن عقد نکاح رو به مرد میدهد، یعنی که هنگامی که زن در دوره حامله‌داری و هنگامی تا به سن 1.5 سالگی رسیدن فرزند مرد حقوقی به سود مراجعه کردن و بیکار کردن عقد نکاح ندارد. تنها به زن حقوق داده شده است که اگر زن راضی باشد که عقد نکاح او بیکار کرده شود با عریضه به سود مراجعه میکنند. در صورتی که یکی از طرف ها در بیرون از جمهوری تاجیکستان قرار داشته باشد یا آگاه نباشد زن می تواند به سود با عریضه دعوگی مراجعه کند، لیکن سود این عریضه رو قانع میکند نمیکند، این علاقه در مرافعه سودی معلوم میشد، چون باید که طرف دیگری که برای بیکار کردن عقد نکاح طرف دیگر است و باید آگاه باشد از اون که طرف این طرف میخواد عقد نکاحش رو بیکار کند. اگر سروغه همین شهروندی که در در دیگر دولت ها قرار دارد معین شود، اگر با یگان خیلی اساس ها با این نفر ممکن باشد که در تماس برایند که این را آگاه کنند که مثلا همسر تو برای بیکار کردن عقد نکاح به سود مراجعه کرده است، یا یعنی که اگر وای طرف یگان وکالتنامه ایش مرافعه بیکار کردن عقد نکاح او یگان کس اشتراک کند یا که روزگی خودش را به طرف طریق وکالتنامه به کس دهد، این حالت ها خطی سود میتواند که بیکار کند. اگر که چنین حالت ها نباشد، در بسیار موارد ها سود این عریضه را به بررسی مانده برای تا پیدا شدن طرف دیگر مسئله بیکار کردن عقد نکاح را بررسی کرده نمیتواند. فاطمه شمس‌الدینова، من ایثار سپاس، ایثار تشکر میگویم، حقوق‌شناس در برنامه‌ی حقوقی من از رادیو صدای دوشنبه اشتراک کردم، با سوال های شما پاسخ گفتن. آهسته آهسته وقت جدوشه و برنامه ما نیز به انتها میرسد. شنونده های عزیز، یادآور میشیم که این برنامه حقوقی من در یک جویگی با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و فیلیال اسوسیاسیای خلوتاس سوئیس اینترکوپریشن در جمهوری تاجیکستان آماده و پخش گردید از رادیو صدای دوشنبه. خیلی کوتاه میخوام، فاطمه شمس‌الدینова، چی مسئلیتی حقوقی برای شنوندگان ما دادنی هستید در وابستگی به همین اساسهای بستن و بیکار کردن عقد نکاح؟ تشکر زیاد. من بسیار از شنوندگان جمهوری تاجیکستان خواهش میکردم که در وقت بستن عقد نکاح با اراده خود، یعنی که با رضایت خود، به این مناسبت ها وارد شوند، چون که بستن عقد نکاح عهده‌داری های زیاد رو به وجود میارد و حتما که عقد نکاح خودشان را در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی به رسمیت درآورند و از آنکه عقد نکاح آنها طریق دینی یعنی که بسته می شود، بسیار تر برای طرف های نکاح شونده بسیار یعنی که بحث ها رو با وجود می آورد. از این رو خواهش می کردند که طرف های عقد نکاح شونده اولا با اراده خود و همچنین حتما که عقد نکاحشون رو در مقام ثبت اسناد حالت شهروندی به رسمیت درآورند. بخت و سعادت برای شما شنوندگان عزیز تمنا میکنم. این بود برنامه حقوقی من از رادیو صدای دوشنبه. اگر سوال، تکلیف، درخواست، پیشنهاد دارید با رقم 944-3005 میتوانید پاسخ گرفته باشید یا سوالهای خود را پیشنهاد کنید. هفته آیند همین وقت و ساعت سنه 31 اکتبر ساعت 13:10 باز ما با سوالهای شما پاسخ میگویم. من مسئول برنامه فیروز کریمزاده، کارگردان علیشر شیرعلیف با شما بودیم. برای شما بهترین خوبی های زندگی را میخواهیم.